ساعت 3 دقیقه بامداد در لندن، 7 در تهران و کابل و 7:30 در دوشنبه. به چشم‌انداز بامدادی از بی بی سی خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم. آمار مربوط به کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن همچنان رو به افزایش است. اتحادیه اروپا با بسته کمک اقتصادی 500 میلیارد یورویی به کشورهای آسیب دیده در این اتحادیه موافقت کرده. و شماره مبتلایان به این ویروس در آمریکا به 500,000 نفر نزدیک می شود. تازه ترین خبرها را در این مورد در طی برنامه خواهید شنید. در این حال مبنای افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 تعیین شد. در گفتگوی می پرسیم آیا با این افزایش تغییری در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد می شود؟ اگر به سبد هزینه‌ها بریم، علاوه بر نرخ تورم، تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به کارگران امسال. اول اما خبرهای ایران و جهان. رئیس گروه اروپا گفته که این بار کشورهای عضو اتحادیه با واکنش دیرهنگام به بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اشتباه یک دهه پیش را تکرار نمی کنند. همزمان بانک جهانی رکودی بی سابقه را در ربع قرن اخیر در جنوب آفریقا پیش بینی کرده. اسپانیا وضعیت اضطراری را برای 18 روز دیگر تمدید کرده و در آمریکا شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 500,000 نفر نزدیک می شود که حدود 1/3 آمار جهانی است. دکتر آنتونی فاوچی، رئیس مرکز مهار بیماری های عفونی آمریکا، می گوید به نظر میرسه شرایط داره رو به بهبودی میره. اگر به منحنی که اغلب درباره مسطح کردن اون حرف میزنیم نگاه کنیم، این منحنی داره پایین میاد. البته جا تا جا فرق میکنه. مثلا شهر نیویورک خیلی وضع بد بوده و اون چه دیده اند خیلی فرق میکرده با وضعیت در مناطق وسط آمریکا یا سمت میانه غربی کشور. در همین حال تبعات اقتصادی تعطیلی‌های گسترده برای مهار این ویروس هم خودشان را نشان می‌دهد. ظرف سه هفته گذشته دست کم 10% از جمعیت شاغل آمریکا کارشان را از دست دادند. در ایران دولت از کاهش شمار قربانیان کرونا و افزایش روند بهبود مبتلایان خبر داده. وزارت بهداشت اعلام کرده که در شبانه روز گذشته بیش از 1600 مورد جدید ابتلا شناسایی شده و 117 نفر دیگر هم جانشان را از دست دادند. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، میگوید که اولویت دولت در حال حاضر جلوگیری از قحطی ناشی از کمبود و گرانی مواد غذایی در جریان بحران کرونا است. آقای صالح در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی افغانستان گفت که برنامه رساندن غذا به هزاران خانواده در کابل در دست اقدام است. حمید نور گزارش میدهد. امرالله صالح هشدار داد که تلفات ناشی از کرونا در افغانستان افزایش خواهد یافت و اگر حتی دولت بتواند تلاش‌های کنونی را ادامه دهد، پیش‌بینی‌ها حاکی از مرگ 300 هزار نفر است. تازه‌ترین آمار اعلام شده از سوی وزارت صحت افغانستان حاکی است که شمار مبتلایان به کرونا در این کشور به 484 نفر رسیده و 15 نفر در نتیجه این بیماری جان خود را از دست دادند. ما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، و روسیه به توافق در مورد کاهش میزان تولید نفت به منظور افزایش بهای آن نزدیک شدند. همگیری ویروس کرونا و جنگ عربستان و روسیه بر سر قیمت نفت باعث شده بهای آن در یک ماه گذشته به پایین‌ترین سطح در 18 سال پیش برسد. به برنامه جمعه 22 فروردین 1399 برابر با 10 آوریل خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم و در یک ساعت آینده همراه با فرج بالافکن، تهیه کننده برنامه، همراه شما خواهم بود. برنامه را با خبرهای از سراسر جهان در مورد کرونا آغاز می‌کنیم. وزرای بازرگانی اتحادیه اروپا با بسته کمک اقتصادی 500 میلیارد یورویی به کشورهای آسیب دیده از ویروس کرونا در این اتحادیه موافقت کردند. رئیس گروه اروپا گفته این بار این اتحادیه اشتباه یک دهه پیش را با واکنش دیرهنگام به بحران اقتصادی تکرار نمی کند. همزمان اسپانیا وضعیت اضطراری در کشور را برای 18 روز دیگر تمدید کرده. بانک جهانی رکودی بی سابقه در ربع قرن اخیر در جنوب آفریقا پیش بینی کرده و برزیل خواستار مذاکره با مافیای مواد مخدر برای مقابله با ویروس کرونا در مناطق فقیرنشین شده.
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم که از یک شنبه شب به علت وخیم شدن حالش به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل شده بود، با بهبودی نسبی به بخش عمومی انتقال یافته. منوش پورزیای خبرنگار بی بی سی در واشنگتن نگاهی انداخته به تازه‌ترین خبرها در رابطه با کرونا. سه روز مذاکره و هفته ها چانه‌زنی غیر رسمی وزرای بازرگانی اتحادیه اروپا سرانجام با توافق بر سر مجموعه ای از محرک های اقتصادی به ارزش 546 میلیارد دلار برای کشورهای عضو این اتحادیه به نتیجه رسیده. این کمک برای کشورهایی است که از ویروس کرونا بیشترین آسیب را دیدند. فرانسه این توافق را مهمترین توافق اقتصادی در تاریخ اتحادیه اروپا خوانده. ماریو سنتنو رئیس گروه اروپا، گروهی از کشورها که در این اتحادیه از یورو به عنوان واحد پولیشان استفاده می کنند، هنگام ارائه پیشنهادش به اجلاس طرح مورد توافق را بلند پروازانه و جسورانه خواند. در فرانسه برای اولین بار تعداد بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت ویژه این کشور کاهش یافته. با این همه در دو روز گذشته تعداد قربانیان ویروس در خانه‌های سالمندان 50% افزایش داشته است. وزیر بهداشت فرانسه گفته برای دومین روز متوالی آمار مرگ و میر در میان مبتلایان بستری در بیمارستان‌های این کشور 100 نفر کاهش داشته. به گفته مقام‌های این کشور از مجموع بیش از 12,000 قربانی ویروس در فرانسه بیش از 4,000 نفر از خانه‌های سالمندان بودند. اسپانیا که بعد از آمریکا بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان را دارد، روز پنجشنبه وضعیت اضطراری در کشور را تا 18 روز دیگر تمدید کرده. نخست وزیر این کشور گفته آتش کرونا آرام آرام در حال مهار شدن است و محدودیت‌های اعمال شده در این کشور نتیجه بخش بودند. وزیر بهداشت برزیل گفته دولت این کشور باید با مافیای مواد مخدر و گروه‌های شبه نظامی وابسته به آنها در مناطق فقیرنشین برزیل وارد گفتگو شود تا راهی برای مهار گسترش ویروس کرونا در این مناطق بیابند. این مقام برزیلی از اولین مورد ابتلا در میان یک قبیله آمازون خبر داده است. در همین حال بانک جهانی با انتشار گزارشی در روز پنجشنبه هشدار داده تبعات اقتصادی گسترش ویروس کرونا به اولین رکود اقتصادی ربع قرن اخیر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا منجر خواهد شد. این کشورها برای چندین سال رشد اقتصادی بسیار سریعی داشتند، اما بنابر پیش بینی بانک جهانی ویروس کرونا برای این منطقه 37 تا 79 میلیارد دلار خسارت به همراه خواهد داشت. سازمان بهداشت جهانی نیز روز پنجشنبه هشدار داد ویروس در قاره آفریقا با سرعت رو به گسترش است. به گزارش این سازمان نزدیک به 60% کشورهای این قاره از موارد متعدد ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند. مهنوش پورزیایی گزارش میداد. از آفریقا به آمریکا برویم، جایی که بیشترین شمار بیماران مبتلا به کرونا در آن تشخیص داده شده. شمار مبتلایان به این ویروس در آمریکا به 500,000 نفر نزدیک می شود که حدود 1/3 آمار جهانی است و همینطور شمار ثبت شده کسانی که بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند از 16,478 نفر گذشته. در همین حال تبعات اقتصادی تعطیلی‌های گسترده برای مهار این ویروس هم خودش را نشان می‌دهد. ظرف سه هفته گذشته دست کم 10% از جمعیت شاغل آمریکا کارشان را از دست دادند. همه اینها در کنار امید به آغاز بهبودی اوضاع. جزئیات بیشتر از هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن. ساکنان شهر نیویورک میگویند این شبها صدای آژیر آمبولانس‌ها وا نمی‌گذارد. کانون شیوع ویروس کرونا در آمریکا، جایی که دست کم 1/3 شمار کسانی که تشخیص داده شده بر اثر ابتلا به این ویروس درگذشتند، از آنجا بودند. با این حال مقام‌های محلی میگویند بارقه‌های امید از کاهش شدت شیوع را می‌بینند. شیب افزایش شمار بیماران تازه‌ای که در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند، فرو گذاشته و امید به عبور از قله بحران در این شهر قوت گرفته. با این حال نگرانی درباره نقاط دیگر آمریکا همچنان قوی است. در برخی نقاط از جمله اینجا در واشنگتن پایتخت آمریکا، مقام‌های محلی زدن ماسک را اجباری کردند. ماسک‌هایی که کافی است جلوی بینی و دهان را بپوشانند و می‌توان در خانه با روسری و پارچه و دو کش درست کرد. در بحران تجهیزات حفاظتی برای کادر درمانی، مقام‌های آمریکایی مرتب از مردم خواهش می‌کنند که ماسک‌های پیشرفته مثل N95 را برای پزشکان و پرستاران در معرض خطر باقی بگذارند. اوضاع عادی نیست و معلوم هم نیست چه وقتی عادی شود.
هرچند تبعات اقتصادی این تعطیلات خودش مایه نگرانی‌های بعد از آن است. از جمله برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در انتخابات 7 ماه دیگر برای رأی آوردن مجدد و ماندن در این سمت تلاش می‌کند. این دکتر آنتونی فاوچی رئیس مرکز مهار بیماری‌های عفونی که این روزها با حضور در نشست‌های خبری تقریباً هر روزه رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید به شناخته شده ترین مقام درمانی در این باره تبدیل شده. به نظر میرسه شرایط داره رو به بهبودی میره. اگر به منحنین که اغلب درباره مسطح کردن اون حرف میزنیم نگاه کنیم، این منحنی داره پایین میاد. البته جا تا جا فرق میکنه. مثلا شهر نیویورک خیلی وضع بد بوده و اون چه دیدند خیلی فرق میکرده با وضعیت در مناطق وسط آمریکا یا سمت میانه غربی کشور. وقتی حرف از بازگشت به وضع عادی میزنیم اینطور نیست که مثل کلید روشن و خاموش چراغ باشه. تدریجیه، بسته به اینکه کجای کشور هستید و بار شیوع بیماری چقدر بوده. خلاصه بخوام بگم به احتمال زیاد از حدود 30 روز دیگه شاهد قدم‌هایی به سوی عادی شدن اوضاع خواهیم بود. اون موقع وقت خوبیه که ببینیم چقدر سریع میشه تلاش کرد به وضع عادی برگردیم. امیدواریم تا تابستان قدم‌های بسیاری به سمت عادی شدن وضع برداشته باشیم. آمار تازه میگوید در هفته گذشته بیش از 6.5 میلیون نفر دیگر هم اعلام کردند بیکار شدند و خواستار تسهیلات دولتی شدند. به این ترتیب آمار کسانی که از آغاز تعطیلات گسترده مربوط به کرونا در آمریکا اعلام بیکاری کردند به 17 میلیون نفر رسیده. یعنی در این مدت دست کم 10% جمعیت شاغل آمریکا بیکار شدند. قرار است پرداخت کمک‌های نقدی مستقیم به شهروندان از همین روزها آغاز شود. کسانی که اداره مالیات شماره حساب بانکیشان را دارد ممکن است از همین 3 روز دیگر کمک‌های مالی را دریافت کنند. $1,200 برای هر کس که زیر $75,000 درآمد سالانه دارد و برای درآمد بالاتر این رقم به نسبت کم می شود. هرچند دولت می گوید همین کمک ها هم کافی نیست و از کنگره $250 میلیارد دیگر هم برای کمک به کسب و کارهای خرد خواسته. کمکی که فعلا معطل دموکرات های مخالف رئیس جمهور است که آن را مشروط کردن به یک کمک $250 میلیارد دیگر به بیمارستان ها و دولت های ایالتی. فعلا این بزرگترین اقتصاد جهان در تعطیلی و خانه نشینی اجباری است. گزارشی بود از هادی نیری در واشنگتن. حالا سری بزنیم به ایران و خبری بگیریم از تازه ترین تحولات مربوط به شیوع کرونا در آن کشور. در ایران دولت از کاهش شمار قربانیان کرونا و افزایش روند بهبود مبتلایان خبر داده. وزارت بهداشت اعلام کرده که در شبانه روز گذشته بیش از 1600 مورد جدید ابتلا شناسایی شده و 117 نفر دیگر جانشان را از دست دادند. هرچند نظرسنجی شهرداری تهران و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران حکایت از آن دارد که حدود نیمی از مردم به آمار دولت اعتماد ندارند. دولت می‌خواهد از اول هفته آینده بعضی از محدودیت‌ها را که برای کنترل شیوع کرونا وضع شده بود لغو کند و اکثر کسب و کارها دوباره فعال شوند. در این میان آیت الله خامنه‌ای گفته که جهش تولید به هر قیمت باید پیگیری شود. آنایت شمس گزارش می‌دهد. بدانیم که همین حالا هم میلیون‌ها انسان در زیر فشار ظلم. صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای به مناسبت نیمه شعبان، زادروز امام 12 شیعیان. دشمنی‌های دشمنان قدرتمندان. آقای خامنه‌ای کرونا را مشکلی بزرگ و خطرناک نامید، اما در مقایسه با بسیاری از مشکلات دیگر آن را ناچیز دانست. پس مسئله کرونا ما را از توطئه دشمن‌ها غافل نکنه، از توطئه استکبار غافل نکنه، که دشمنی استکبار هم با اصل نظام جمهوری اسلامی است. تحقیقی در سازمان ملل نشان می‌دهد بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا به فقر 500 میلیون نفر در دنیا منجر خواهد شد. همه‌گیری کرونا قشرهای آسیب‌پذیر را تحت فشار گذاشته، از جمله در ایران که اکثر مردم کم و بیش زیر فشار اقتصادی هستند. سبزوار طرح هر محله یک قربانی. آقای خامنه‌ای در این سخنرانی با جزئیات از کمک‌های خودجوش مردمی نام برد، اما در مورد کمک دولت به قشرهای آسیب‌پذیر به کلیات بسنده کرد و گفت مسئولان برای قشرهای ضعیف هم فکرهایی کرده اند. او توصیه کرد که هر چه زودتر این برنامه‌ها را به اجرا در بیاورند. به نقش مردم هم تاکید کرد. لکن در کنار این مردم هم وظیفه دارند.
عده‌ای هستند که در این شرایط و در این اوضاع حقیقتاً زندگیشون به سختی قابل گذران هست و نمیتوانن زندگی معمولی عادی خودشون رو اداره کنن. مردمی که دستشون باز هست و توانایی دارن بایستی در این زمینه فعالیت وسیعی رو شروع کنن. آیت الله خامنه ای مدیریت کشورهای غربی در مقابله با کرونا را زیر سوال برد و ضعف‌های فرهنگی غرب گفت. از درگیری در بعضی از فروشگاه‌ها بر سر دستمال توالت تا صحبت‌های یک سناتور آلمانی که آمریکا را به استفاده از روش غرب وحشی برای دستیابی به یک محموله ماسک و دستکش متهم کرده بود که قرار بود به آلمان فروخته شود. غرب وحشی زنده شده. این حرف اوناست. ما وقتی که بگیم غرب یک روح وحشیگری درش وجود داره که با ظاهر آراسته و ادکلون زده و کراوات بستش منافاتی نداره، بعضیا تعجب میکنن و انکار میکنن. این حالا خودشون میگن. البته این اصطلاح غرب وحشی از طرف سناتور آلمانی اشاره به غرب آمریکا در قرن 19 است، ساکنانی که به دنبال طلا بودند و از هیچ قانونی پیروی نمیکردند. جهش تولید آقای خامنه ای جهش تولید برای کشور را حیاتی خواند، در حالی که پیش از بحران کرونا هم چرخ اقتصاد ایران به کندی میچرخید. او روز دوشنبه 11 روز بعد از درخواست رئیس جمهوری با تخصیص 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بحران کرونا و مدیریت عوارض آن موافقت کرد. دولت ایران همچنین امیدوار است که بتواند از صندوق بین‌المللی پول 5 میلیارد دلار وام بگیرد و برای اینکه چرخ اقتصاد کاملا از حرکت نایستد، می‌خواهد کسب و کارهایی که آنها را کم خطر می‌خواند از شنبه دوباره فعال شوند. هرچند خود دولت هم اذعان می‌کند که مبارزه با شیوع کرونا در این شرایط سخت‌تر خواهد بود. آنایتا شمس گزارش می‌داد. آیت الله خامنه‌ای همچنین دیروز در سخنرانیش با اشاره به همه‌گیری بیماری کرونا از دولت و همچنین مردم خواست از افراد کم درآمد حمایت کنند. او خواستار یک رزمایش مردمی برای حمایت از نیازمندان شد. او همچنین گفت امسال در ماه رمضان جلسات عمومی دعا، سخنرانی و مناجات برگزار نخواهد شد. اجازه بدید با علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو صحبت بکنیم. شبتون بخیر آقای نامبر در کانادا، خوش اومدید به برنامه. آقای نامبر حقیقی، با واکنش دیروز رهبر ایران به تبعات بحران کرونا شروع کنیم. به نظر شما این واکنش، یعنی حرفای آقای خامنه ای، چقدر متناسبه با معضلی که کشور باهاش روبروه؟ یعنی چقدر منعکس کننده این وضعیت؟ آیا واقعا میتونه راهگشا باشه پیشنهادات و توصیه های خاصه های او؟ با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم. ببینید، این بحران بحرانی است که پایه‌های امپراتوری‌ها و قدرت‌های بزرگ رو به لرزه انداخته، یک تصویر جدیدی در جهان بعد از کرونا ایجاد کرده و به نظر می‌رسه هنوز آیت الله خامنه‌ای ابعاد این بحران و تبعات درازمدتش رو به درستی نتونسته ارزیابی کنه. به هر حال از قدم اول که اون رو ویروس کذایی نامیدن به خاطر انتخابات و بعد اون رو به عنوان توطئه آمریکا برای تولید ویروس علیه ایران نامیدن، الان به نظر میرسه که از اون تئوری خارج شدن، چون دیدن که بیش از هر جای دیگه آمریکا آسیب دیده از این ویروس. الان سعی کردن کرونا رو به رسمیت بشناسن، ولی سعی کردن اندازه و تبعاتی رو که میتونه بذاره تقلیل بدن به یک موضوعی که مثل بحرانهای دیگه است یا بسیار قابل حله و راحت قابل حله. اما چند تا نکته رو به نظر من باید در نظر گرفت که ایشون توجه نکرده. چند تا پیام هم دادن که مهم است. پیام اول آقای خامنه‌ای بود که من دیگه پولی به دولت نخواهم داد. یعنی اون 1 میلیارد دلاری که دادم تموم شد. دولت باید خودش حل کنه و گروه های ثروتمند باید به گروه های فقیر کمک کنن. یعنی از طریق سطوح اجتماعی منابع مالی مقابل با کرونا باید حل بشه. یه نکته. نکته دوم، آقای خامنه‌ای هیچ اشاره نکرد که آیا از منابعی که تحت اختیار نهادهای خودش هست مثل ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، اوقاف که اینا تقریبا نزدیک به 40% اقتصاد ایران در دستشون هست، آیا این منابع رو سرریز میکنه برای حل این بحران یا نه؟ در این مورد هم سخن مهمی نگفت که بتونه نقطه عطف باشه در روابط میان این نهادها و
موزل کرونا. نکته سوم در مورد پزشکان هست. ایشون از پزشکان تقدیر کرد. ولی مسئله اساسی این هست که پیش قراول این جنگی که با کرونا را افتاده گروه های بهداشتی، پزشکان، کادر درمانی، ولی اینا هیچ نقشی در تصمیم گیری در نحوه مقابله با کرونا ندارن. فعلا مثلا الان اونا معتقدن این روش دولت در آزادسازی فضاهای قرنطینه اشتباه است، ولی کسی توجه نداره به این موضوع. آقای خامنه‌ای هم فقط در حد تشکر باشون صحبت کرد، ولی نگفت که چرا اینها در تصمیم گیری در مورد مقابله با کرونا پزشکان هیچ نقشی ندارن. نکته بعدی هم به نظر من این است که الزامات و تبعات مقابله با بحران بخشش اینه که ایران با یک تنه صدای بین‌المللی کنه و بتونه از همه نهادهای بین‌المللی کمک بگیره در حوزه حل بحران. به نظر میرسه آقای خامنه‌ای خیلی به این موضوع توجه نداره یا خیلی براش اهمیتی قائل نیست. علت اساسیش هم این هست که به نظر من در سال جدید آقای خامنه‌ای میخواد یک تغییرات ساختاری در ساختار حکومتی بده که بخشش میتونه به تغییر قانون اساسی باشه و حذف نقش ریاست جمهوری و اتخاذ تصمیماتی برای آینده جانشینی. بنابراین کرونا میتونه انقدر بزرگ بشه ابعادش که اون پروژه رو تحت شعاع قرار میده. به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای میخواد اون بخش پروژه رو مطمئن‌تر و با صلابت‌تر پیش ببره. بنابراین بحران کرونا باید کمتر دیده بشه. بنابراین این سیاستی که آقای روحانی هم داره پیش میگیره، سیاستی که عادی سازی کنه و برگردن به جامعه به کار، هم کاربرد جلوگیری از فروپاشی اقتصادی داره، کاربرد بین‌المللی داره برای که بتونن تحریما رو حل کنن و در این حال مورد تایید آقای خامنه‌ای هست برای که امسال باید سال جشن تولید باشه. آقای نامور حقیقی میشه کوتاه بفرمایید البته اگه ممکن باشه برای شما. رهبر ایران در بخش از سخنانش گفتش که مراسم ماه رمضان در ماه آینده محدود خواهد بود، یعنی جلسات دعا و سخنرانی مناجات برگزار نمیشه، که با حرفایی که رئیس جمهور آقای روحانی زده تناقض داره. آقای روحانی میخواد هفته دیگه خیلی از فعالیت‌ها و کسب و کارها رو باز بکنه. به نظر شما این دو واکنش و رویکرد با هم خیلی متناقض نیستن؟ آقای روحانی خیلی براش مهم نیست که مراسم این مناسک مذهبی در مساجد مثلا حرم‌ها اینا باز بشه، اون مسئلهش مسئله اقتصادیه. آقای خامنه‌ای، آقای روحانی مسئلهش اینه که دولت به لحاظ اقتصادی وضعیت نامساعدی داره، صندوق بین‌المللی، صندوق توسعه در دست رهبره که مبنای قانونی هم نداره اجازه برداشت بهش نمیده، امکانات گرفتن وام هم نداره و حتی پولهای فریز شدن بر نمیگرده. مثلا ما 5 میلیارد دلار از عراق طلب داریم، هنوز اون پول ما بر نمیگرده. دولت هم توانایی نداره در حوزه‌های خدماتی بتونه تخفیف بده که بخشی از هزینه‌های تولید کمتر بشه، تولید را بیفته. بنابراین نگاه آقای روحانی مسئله صرفا اقتصادی و جلوگیری از دمج اقتصاد، چالش اقتصادی است. آقای خامنه‌ای از بخش مناسک صحبت کرد، چون آقای خامنه‌ای هم نمیخواهد در حوزه مناسک اتفاقاتی بیفته که این مناسک با مرگ عجین بشه و جامعه اون گفتارهای ضد مذهبی هم افزایش پیدا کنه. بنابراین از دو تا منظر متفاوت نگاه میکنن، ولی در مورد راه انداختن فضای اقتصادی به نظر میرسه آقای خامنه‌ای و آقای روحانی هم نظرن، چون فکر میکنن چاره دیگه برای نظام نداره، اونم در موقعیتی که امکان تنیسودایی با آمریکا، عربستان و کشورهای منطقه عملا دیپلماسی پیش نرفته، ایران هم تلاش جدی نکرده برای اینکه این کار رو به سامان برسونه. متشکرم هستم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو. خب طبق معمول برنامه وقت شروع شده که از شما مخاطبان برنامه و تحلیلگرهای دیگه چشم انداز بامدادی بخوام که نظرات خودتون رو درباره مطالبی که در برنامه میشنوید برای ما بفرستید. درباره حرفهای رهبر ایران چی فکر میکنید؟ به نظر شما نقش مردم در کمک به افراد کم درآمد چیه؟ آیا شما در موقعیتی هستید که بتونید و در ضمن مایل باشید که به مردم کمک بکنیم؟ چشم انتظار دریافت پیام‌های شما هستیم. این هم راه‌های تماس با ما. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. هرچند
هنوز ماجرای کرونا به خیلی از نشریات چاپ ایران نرسیده، اما مسعود بهنوز روزنامه‌نگار ساکن لندن طبق معمول جمعه ها و در غیاب روزنامه ها در بخش اول یک مجله را انتخاب کرده که بی مناسبت با گذران زندگی این روزها در خانه نیست. ناداستان شماره نوروزی خودش رو در آورده، چنان که میدونید با مدیریت مسئول آرش صادق بیگی و سردبیری محمد طلوعی و شورای سیاست‌گذاری که همه همچنان اهل فن هستند، تحریریه‌ای که همه از فروغ منصور قنایی تا محمد میرزاخانی، نسیم مرعشی، نیلوفر حمزاده اهل نوشتن و قصه هستند، بنابراین یک مجموعه متخصص آمدند که مستند روایت‌های این شماره رو شروع کنیم. این شماره در حالی که حالا اشاره‌ای هم به روزگار می‌کنه، ولی اولا سرمقاله نداره. این عادتی است که محمد طلویی ایجاد کرده از سردبیر در ناداستان که خیلی اصراری به اینکه سرمقاله داشته باشه نداره و بنابراین یه راست میریم سراغ مطلب. مطلب چیه؟ این شماره ناداستان موضوع اصلیش آشپزیه. خب وقتی آدم میخواد آشپزی رو شروع کنه و بگه، به نظر شما دقیق ترین و اصیل ترین کاری که میکنه چی هست؟ به نظر میرسه همون چیزی که اتفاق افتاده، دوشنبه های روزا خانم. پس بنابراین از زبان بهرخ منتظمی، دختر خانم منتظمی، یک یادهایی کرده است از مادر که این کتاب که شما میدونید مرزهای فروش کتاب رو در ایران شکست، به خصوص بعد از انقلاب، و میشه گفتش که سه نسل رو تازه عروس ها با این کتاب زندگی شروع کردند و خوش گذشته بچه. بعد از این یک مطلبی است که بهمن حسین‌پور و مهراب فردوسی با هم نوشتن به اسم دیپلماسی غذا. خیلی مطلب جدی خوشمزه است، ولی غذایی که ما را شکست داده مرزی رسولی چیز دیگه است. حالا از مصائب آشپزی با کلمات خانم رحمانی و یک نوشته ای از جواد رسولی از سوشی تا سوپ خفاش، میدونید درباره چی صحبت میکنه دیگه، پیداست که از چین داره صحبت میکنه. اما وقتی به روایت‌های زندگی میرسه که بخش دیگه‌ای از مجله هست که این بخش داستان یا حتی ناداستان نیست، بلکه روایت دقیق اتفاق افتاده زندگی هاست که مثل همیشه شروع میشه با آقای خدایی، علی خدایی، بچه اصفهان که از خوراک اصفهان میگه، و شما میدونید که اصفهانی یکی از خوش غذاترین، فقط بریونی نیست، اصولاً با غذاهایی که در جاهای دیگه دنیا هم معموله بسیار خوب روبرو میشند و بسیار مبلغند و یک جوری درباره غذاهای خودشون یا غذاهای دیگران حرف میزنند که آب دهان همه را میفته. روایت های کهن هم داره که اولین بخشش بسیار جذاب هست، چرا که درباره شرب مدامه. بریده از کهن‌ترین متن پزشکی ایران در آداب بادنوشی، و چون رسیده به اینجا خاطرات شاهزاده قاجاری رو هم از مأکولات و مشروبات میگه تا میرسه به یکی از روایت‌های اون دوره از فرانسه، شهر شراب، و میگذره. و بنابراین میخوام بگم که بقیه حکایت هم که مطالب بسیار خوبی است راجع به تجربه پزیدن، درست در زمانی اتفاق میافتد که در این زمان، یعنی در زمان قرنطینه ها، آشپزی یک پروبال جدید عجیبی پا کرده. من قطعی میدونم که مجله پیش از این که داستان کرونا پیش بیاد در تدارک این شماره بوده است، ولی خوشذوقی در این حال به خرج داده که احیانا جلو انداخته، چرا که الان تا اونجا که میشنویم تو هر خونه ای مردای خونه مشغول پختن نون هستند و خانم ها مشغول هنرنمایی های دیگه. و بذارید اینجا هم بگم که ناداستان مثل سانگ و دیگه قولهایی که داره، بادکوبه و تب، آمدند و در فکر این هستند که مجله رو در این حال صداش رو هم داشته باشن و از همین حالا شروع کردن. شنیدستان حاصل یه همچین راه حلی است. وقتی که نسخه های چاپی داره شکل و شمایل این برابر میگیره، شنیدستان رو میشه تا اونجا که بشه و از کیفیتش کم نشه به صورت مجانی هم برد و گوش کرد و گذاشت. مجله شروع کرده است از این شماره که نسخه صوتی رو هم بدهد در کنار مجله، که به نظرم ابتکار بسیار خوبی است به خصوص در این شرایط. مسئول بنود و بخش اول مرور مجله های این هفته. نگاهی بندازیم به سرخط مهمترین خبرهای جهان. رئیس گروه اروپا گفته که این بار کشورهای عضو اتحادیه با واکنش دیرهنگام به بحران اقتصادی اشتباه ناشی از شیوع
بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اشتباه یک دهه پیش رو خود را تکرار نمی کنند. همزمان بانک جهانی رکودی بی سابقه را در ربع قرن اخیر در جنوب آفریقا پیش بینی کرده. در آمریکا شماره ویروس کرونا به 500,000 نفر نزدیک می شود که حدود 1/3 آمار جهان است و ظرف 3 هفته گذشته دست کم 10% از جمعیت شاغل آمریکا کارشان را از دست دادند. در ایران دولت از کاهش شمار قربانیان کرونا و افزایش روند بهبود مبتلایان خبر داده. وزارت بهداشت اعلام کرده که در شبانه روز گذشته بیش از 1600 مورد جدید ابتلا شناسایی شده و 117 نفر دیگر جانشان را از دست دادند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت و روسیه به توافقی در مورد کاهش میزان تولید نفت به منظور افزایش بهای آن نزدیک شدند. همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ عربستان و روسیه بر سر قیمت نفت باعث شده که بهای آن در یک ماه گذشته به پایین ترین سطح در 18 سال گذشته برسد. خب به نیمه برنامه رسیدیم، ببینیم که در برای نیم ساعت دوم برای شما چه مطالبی تهیه کردیم. نگاهی میندازیم به توافقی که به نظر میرسه بین روسیه و اوپک در مورد کاهش میزان تولید به دست اومده، با یک فعال کارگری هم در مورد افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 در ایران صحبت میکنیم که دیروز نهایی شد. با همکارمون در کابل صحبت میکنیم درباره ادامه روند آزادی زندانیان طالبان. چند خبر کوتاه از ایران داریم، خبرهای ورزشی، بخش دوم مرور مجلات و گزارشی هم داریم که در اون سعی میشه به بعضی از سوالهای کرونایی پاسخ داده بشه. خوشبینانه ترین پیش بینی ها میگویند زندگی لااقل در 3 ماه آینده به حالت عادی بر نمی گردد. گسترش سریع ویروس ممکن است کرونا را به بیماری که از بین نمی رود بلکه مدام در شکل های خفیف تر بروز می کند تبدیل کند. چشم‌انداز بامدادی را از بی بی سی در لندن میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت و روسیه به توافقی در مورد کاهش میزان تولید نفت به منظور افزایش بهای آن نزدیک شدند. او گفته که با ولادیمیر پوتین همتای روس خود و همینطور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفتگوی همزمان داشته و انتظار دارد که به زودی در مورد این توافق بیانیه‌ای منتشر شود. توافقی تاریخی اوپک و روسیه که به اوپک پلاس شهرت پیدا کرده برای کاهش تولید به میزان 10,000,000 بشکه نفت در حالی صورت گرفته که همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ عربستان و روسیه بر سر قیمت نفت باعث شده بهای آن در یک ماه گذشته به پایین ترین سطح در 18 سال پیش برسد. خشایار جنیدی و جزئیات بیشتر. اوپک و کشورهای همپیمان غیر عضو موسوم به اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت خام به میزان 10,000,000 بشکه در روز توافق کرده اند. این تصمیم در پی کاهش شدید بهای نفت خام در بازارهای جهانی به خاطر کاهش تقاضا در پی همه‌گیری ویروس کرونا و همچنین بروز جنگ قیمت‌ها بین دو تولید کننده عمده یعنی عربستان سعودی و روسیه اتخاذ شده. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی خواسته بود تولید را کاهش دهند. گزارش‌های اولیه از توافق ضمنی روسیه و عربستان برای کاهش روزانه 20,000,000 بشکه خبر می‌داد. اما طبق توافق صورت گرفته از اول مه تا پایان ژوئن 12 اردیبهشت تا 10 تیر میزان تولید نفت خام به وسیله کشورهای اوپک پلاس 10,000,000 بشکه کاهش خواهد یافت. این رقم از اول ژوئیه 11 تیر تا پایان سال جاری میلادی 8,000,000 بشکه خواهد بود. همچنین از اول ژانویه 2021 تا پایان آوریل 2022 این رقم به 6,000,000 بشکه در روز خواهد رسید. ایران از این تصمیم مستثنا شده. در پی اعلام این خبر، بهای نفت خام در بازارهای جهانی کمی افزایش یافت ولی مجدداً از ارزش آن کاسته شد. بهای نفت خام برنت دریای شمال در ابتدا به بشکه 36.40 دلار رسید ولی سپس با 4.14% درصد سقوط به 31.48 دلار کاهش یافت.
پیشبینی می شود نشست روز جمعه وزیران نفت و انرژی گروه 20 به ریاست عربستان سعودی بتواند به افزایش بهای نفت خام کمک کند. گزارش خشایار جوینجی رو شنیدید. تعیین مبنای افزایش حداقل دستمزد کارگران در ایران در سال 1399 سرانجام بدون تامین نظر نمایندگان گروه کارگران به نتیجه رسید. پیش از این سابقه نداشته که حداقل دستمزد کارگران بدون امضای همه سه طرف حاضر در این جلسات، یعنی نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت نهایی شود. بر اساس توافق نمایندگان، کارفرمایان و دولت، حداقل دستمزد کارگران برای سالی که با بحران شیوع کرونا آغاز شد با 21% افزایش نسبت به پارسال و معادل 1,835,000 تومان شده. این رقم پایه حقوق حداقلی است. ساعتی پیش در گفتگویی با ستار رحمانی، فعال کارگری از اتحادیه بین‌المللی فعالین کارگری در لندن، از او پرسیدم که آیا این افزایش دستمزد رضایت کارگران را فراهم می‌کند؟ این دستمزد از نظر من دستمزد به شدت زیر خط فقره، برای اینکه بیشتر تشکلات کارگری مستقل از دولت از همون اسفند ماه اعلام کردن که حداقل دستمزد که زیر در حقیقت مساوی خط فرق باشه بین 8 میلیون در ماه تا 9 میلیونه. حتی این تشکلات دولتی از جمله شورای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و مجمع عالی نمایندگان، اینها هم به این نتیجه رسیده بودن که 4 میلیون و این در اسفند ماهه، یعنی قبل از مسئله کرونا و بعد این بوده، 4,900,000 تومان در ماه. و میبینیم که هیچ کدوم از اینا اجرایی نمیشه. آقای رحمانی ببخشید وسط حرفتون، میشه حالا بگید که در مقایسه، یعنی با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی برای سال 1399، قدرت خرید کارگرا در این سال نسبت به سال گذشته چه تغییری میکنه؟ بالا میره؟ اگر به سبد هزینه ها بریم، به علاوه نرخ تورم، فقر و فلاکت، این تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به کارگران امسال. همونطوری که میدونید یه مثلا هم هست، 70% کارگران در ایران در حقیقت قراردادشون دائم نیست، قراردادهای موقت سفید امضا دارن و برخی هاشون هم مثل شرکت نفت و غیره اینا رو کارمند کردن که از قانونی کار بیان بیرون و مشمول قانونی کار نشن. در حقیقت باید بگیم 30-40% کارگران مشمول این قانونی کار میشن، کارگران ساختمانی، کارگران روزمزد، بقیه بخش ها، اینها اصلا شامل قانونی کار نمیشن. در ضمن حقوق بگیران دولتی از جمله آموزش پرورش 15% به حقوقشون امسال اضافه شده، یعنی حتی اون 21% که به شامل قانونی کار میشه اونجا در حقیقت دادن، ولی به کارمندان دولتی از جمله معلمان 15% دادن. خب بقیه کارگرانی که گفتید که الان اکثرا ممکنه که قراردادی باشن و شامل این کارگرها نمیشن، حقوق اونها چجوری تعیین میشه؟ اونا رو بر اساس قرارداد کارفرما، هم سفید امضا، به این شکله. ببینید مثلا در رابطه با معلمان، من از معلمان بسیاری از اونا شنیدم که برخی از معلمان داشتن فوق لیسانس برای ماهی 300 تا 600 هزار تومان کار میکنن برای اینکه بیکار نباشن. برخی از کارگران به خصوص زنان در کارگاه های کوچک با 300 هزار تومان در ماه، 400 هزار تومان یا شاید حد اکثر تا 700 800 هزار تومان در ماه کار میکنن. این متناوب بستگی به اون کارفرما داره که به هر صورت چه قراردادی باهاشون میبنده. بنابراین هیچ گونه کنترلی از لحاظ قانونی برای اون کارگاه های کوچک و کارگرانی که شامل قانون کار نمیشن، هیچ قرارداد قانونی وجود نداره که اینا بخوان بر اساس اون قوانین بیان از خودشون دفاع بکنن. خب هم تشکلات کارگری هم که در ایران وجود ندارن، تشکلات مستقلی که بتونه ازشون دفاع بکنه، هیچ قانون مدنی در این زمینه وجود نداره. الان اون چیزی که اتفاق داره میفته، مثلا در رابطه با کرونا در نظر بگیریم، اینها بر اساس
خود قانون جمهوری اسلامی اینها باید کارگرانی که تحت تاثیر کرونا بیکار شدن حق بیکاری بهشون بدن، یعنی مرخصی استعلاجی بدن. اما در بسیاری از جاها نه تنها کارخونه فعلا دارن کار میکنن بدون رعایت اون موارد بهداشتی، و اونهایی هم که کشته میشن هیچ حق حقوقی در قبالشون گرفته نشده. و به جای اون آقای روحانی اومده گفته که ما به اون بخش پایین، قشر پایین که یارانه بگیر هستن 1,000,000 تومان میدیم ولی بعداً از یارانشون کم میکنیم، که این فاجعه است. یعنی به تمام دولت‌های جهان که با این کرونا درگیرن نگاه بکنید، از جمله دولت انگلیس، میگه اونهایی که کارگاهشون بسته شده و نمیتونن برن سر کار میتونن تا 80% حقوقشون رو دریافت بکنن. ستاره رحمانی، فعال کارگری از اتحادیه بین المللی فعالین کارگری در لندن. و حالا هم چند خبر کوتاه بشنوید از ایران در ایران در یک نگاه. سازمان عفو بین الملل درباره احتمال کشته شدن 35 زندانی به دست نیروهای امنیتی در ایران به شدت ابراز نگرانی کرده است. در اطلاعیه این سازمان مدافع حقوق بشری آمده، در روزهای اخیر هزاران زندانی دست کم در 8 زندان در نقاط مختلف ایران به برپایی اعتراضاتی برای ابراز نگرانی از آلودگی زندانها به ویروس کرونا اقدام کردند. این اعتراضات با واکنش مرگبار مأموران زندان و نیروهای امنیتی مواجه شده. محمد حسین آغاسی، وکیل دادگستری، از موافقت با آزادی فاطمه سپهری از امضا کنندگان نامه‌ای که در آن درخواست استعفای آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران مطرح شده بود خبر داده. او البته گفته موکلش آزادی خود را به آزادی همراهانش منوط کرده است. نتایج نظرسنجی معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران و مرکز افکارسنجی ایسپا نشان می‌دهد حدود نیمی از مردم به آمار رسمی منتشر شده توسط مقام‌های ایران درباره شمار مبتلایان و کسانی که بر اثر ویروس کرونا فوت کردند اعتمادی ندارند. در این نظرسنجی تنها 27% پاسخ دهندگان گفتند که به آمار رسمی درباره مبتلایان و فوتی‌ها در اثر کرونا اعتماد بالایی دارند. 25% پاسخ دهندگان اعتمادشان را متوسط ارزیابی کردند و 48% گفتند اعتماد پایینی به این آمار دارند. این مؤسسه نظرسنجی در داخل ایران همزمان گفته 46% پاسخ دهندگان هم گفتند که از دولت و نهادهای عمومی ناراضی‌اند. وزارت خارجه ایران اخراج 17 دانشجوی ایرانی از مجارستان را به دلیل نقض پروتکل‌های بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا باعث تأسف خوانده و گفته این دانشجویان به نقض شرایط نامناسب قرنطینه از سوی بیمارستان بوداپست اعتراض داشتند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته مجارستان نخست حکم به اخراج 3 دانشجو و متعاقباً 14 دانشجوی دیگر داد. محدودیت فاصله گذاری اجتماعی از فردا شنبه در اتوبوس‌های شهر تهران اجرا می‌شود. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفته بر روی صندلی‌های 2 نفره 1 نفر می‌تواند بنشیند و کف اتوبوس‌ها هم علامتی نصب خواهد شد برای یادآوری رعایت فاصله گذاری اجتماعی. و کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در ایران در اطلاعیه شماره 3 خود گفته سالن‌های سینما، تئاتر، موسیقی، آموزشگاه‌های آزاد هنری و نمایشگاه‌های فرهنگی در سراسر ایران تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود. چشم‌انداز بامدادی را از BBC در لندن می‌شنوید. دولت افغانستان 100 زندانی دیگر طالبان را از زندان بگرام در شمال کابل آزاد کرده. شورای امنیت افغانستان اعلام کرده که 1500 زندانی طالبان بر اساس فرمان رئیس جمهوری آزاد می‌شوند. گروه طالبان گفته که رهایی زندانیان باید بر اساس توافقنامه این گروه با آمریکا و فهرستی باشد که قبلا ارائه شده. همزمان مقام‌های افغان می‌گویند که طالبان 5 کارمند بانک مرکزی آن کشور را در مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه کشتند. هنوز کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. همکارم ارشاد هنریار از دفتر BBC در کابل با ماست. ارشاد، با وجود رهایی 200 زندانی طالبان در 2 روز گذشته، این گروه کماکان ناراضی. آیا توضیح دادن که چرا ناراضی هستند؟ اختلاف نظر روی چگونگی رهایی زندانیان طالبان است. اونا میگن که بر اساس توافقنامه‌ای که در قطر با مقام‌های آمریکایی داشتن، زندانیانشان باید به صورت دسته جمعی و به یک بارگی آزاد می شدن و بر اساس فهرستی که اونها تهیه کرده بودند و به دولت افغانستان داده بودند. دولت افغانستان میگه که اونها با توجه به سن افرادی که
قرار است رها شود با توجه به میزان جرمشان تصمیم گرفتن و دست به دستبندی این گروه برای رهایی زدن و 100 نفر دو روز پیش و 100 نفر هم دیروز از بند آزاد کردن. اما طالبان میگه که این خلاف آن چیزی است که توافق شده بود و در این توافقنامه هم آمده که افراد باید به صورت رها شود که به اساس لستی که طالبان ترتیب میده. در لست طالبان افراد شامل است یا 15 نفری که در افغانستان میگه که کسان هستند که دستشان به خون مردم آغشته هستند و در حال حاضر رهایی اونا مشروط بر این است که تعهد بکنن به اینکه دیگه بر جنگ دامن نزنن و به مشروط به این است که طالبان چقدر نشان میدن که متعهد به صلح هستند و خشونت ها کاهش پیدا میکنن. واکنش مردم به آزاد کردن این زندانیا چیه؟ اشرف غنی پس یک روز پس از مراسم تحلیفش گفت که تصمیم به رهایی زندانیا داره و این موضوع را مطرح کرد و همگانی شد. مردم واکنش های مختلف دارن. تعداد مردم میگن که اگر قرار باشه که رهایی این شمار از زندانیان باعث دست کشیدن طالبان جنگ شود و در کشور صلح تامین شود برایشان قابل قبول است. در غیر صورت این دو کار درست نیست. شمار از فعالان حقوق بشری هم این روزها کارزار راه انداختن و داد از این میزنن که حق قربانیان جنگ باید تلف نشود و اونا باید در نظر گرفته شود در این تصمیم گیری ها. از طرف هم ما میدونیم که دولت افغانستان چندان هم این تصمیم برش دلبخواه نیست که طالبان را آزاد بکنه یا نکنه. آنچه که واشنگتن بگوید قطعا تاثیر داره روی عمل کرد و تصمیم نخبگان سیاسی افغانستان. متشکر هستم ارشاد. ارشاد هنریار همکارمان در کابل. و حالا میریم باز به سراغ مسعود بهنود و بخش دوم مرور مجله های هفته. این بخش از بررسی مجلات این هفته رو اختصاص بدیم به دو نشریه، یکی چارسو و دیگری سرمشق نشریه که در کرمان چاپ میشه. فصلنامه چارسو این شماره خودش رو اختصاص داده است به یکی از معتبرترین نوشته های تئاتری، یعنی نمایشنامه ریچارد سوم. بعد از اینکه مجله گذاری میکنه به سراسر جهان و ترجمه هایی که از شکسپیر شده و اجراهای مختلف که شکل گرفته، میاد تو ایران. در ایران از ریچارد سوم چند تا ترجمه هست. ترجمه رضا براهنی هست، امیر عباس حیدری هست، آقای شمس الدین ادیب سلطانی هست و عبدالله کوثری در این اواخر. همه اینها در حقیقت ترجمه های خوبی است، اما نویسنده گزارش میده که ترجمه آخر، یعنی همون که سال 97 منتشر شد و آقای عبدالله کوثری دادن، ترجمه مهمی است و بسیار از کسایی که میشناسن اصولا شکسپیر و کارهای او رو این ترجمه رو ترجیح میدن. اما در مورد نمایش ها گفته باشم که از زمانهای دور و دیر، یعنی زمانی که داوود رشیدی در سوئیس مشغول درس خواندن بود، در اونجا در یک کارگردانی فیلیپ ماتا توی تئاتر معتبر کاروژ لوزان روی صحنه رفت و بازی کرد، اونجا بازیگر بود. ولی 5 سال بعدش در ایران در تلویزیون همین نمایشنامه رو کارگردانی کرد که هم کارگردان بود هم بازیگر اصلی. البته باید گفتش که نقش بازیگر اصلی رو آقای نصیریان داشت و بعدها که این نمایشنامه چند بار به کارگردانی رشیدی اجرا شد، سعید پورسلیمی نقش رو ایجاد کرد تا اینکه اومد و به این سالهای اخیر رسید که یک اجرای بسیار پر سر و صدا شد که رشیدی، معتمداریا و پورسلیمی دربارش در یک مصاحبه مفصل توجه شد و معلوم شد به جز چند تا منعقد انقدر مردم استقبال کردن از این نمایش که تا سالهای سال در یادها مونده بود. در این حال بگیم که این اواخر هم آتولا بسیانی نمایشنامه خیلی خوبی رو اقتباس از ریچارد سوم، کار محمد چشمچی رو به روی صحنه آورد. به این ترتیب میخوام خدمت رو عرض کنم که با مجله پرباری روبرو هستیم. اما بریم دوم مجله، به اونجا هم یه سری بزنیم و اون سرمشق هست. سرمشق ماهنامه ایست که در استان کرمان منتشر میشه. این شماره که دست من ویژه نامه نوروز هست، یه عکس زیبایی داره از یک دختر خانم جوانی که با ماسک هست، یعنی تصویر این روز هست، ولی در این حال تنگ ماهی قرمزش هم دستشه، یعنی نوروز ماست. و به این ترتیب مجله بسیار پروپیمون شروع میشه از نوشته خود خانم بتول عزت‌پناه راوری، صاحب امتیاز مجله، که درباره رنج 98 و امید 99 میگه.
تا برسیم به بقیه مطالب که همه مطالب خواندنی است و اما اولی مقاله که میخونیم یادداشتی است از آقای احمد سام، نویسنده و روزنامه‌نگار مشهور، که در اونجا یه تصویری از شهر و حال خودش میده که نوش داره بازی میکنه و وقتی که میاد به نزدیک او میرسه یه چیزی زیر رب میخونه که خیلی باعث تعجبه که بچه به این کوچیکی میتونه، ولی از اونجا که اون بسیار هنرها داره مسیحا نوه او، در اینجا متوجه میشیم که داره بیتی از سایه رو میخونه. آقای سام نوشته: در جای شنیدم دکتر شفیعی گفتند عارفانه ترین بیتی که در تاریخ ادبیات پارسی سروده شده این بیت آسای است. نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان سوی تو می دوند، هان ای تو همیشه در میان. این بحث رو، یعنی هم بیت رو که عرض کردم، همچنان در یاد داشته ایشون ادامه پیدا میکنه تا دوباره برمیگرده به سایه و یاد میکنه از کسی که در زمانه فعلی چهره اصلی ادبیات ایران هست و سایه‌ای که بر شعر و ادبیات معاصر انداخته است. در این حال بگم که مقالات دیگری از آقای مظهری، از کسان دیگر به صورت یادداشت در مجله است، همه یه جوری سایه کرمان روشونه و درستم همینه. استانی این همه بارور و این همه دارای مردمان بزرگ و این همه به ادبیات متکی و مردان ناباور به صحنه ایران داده باشه، باید هم همچین چیز داشته باشه. با هم نگاهی گذرا کردیم به فصلنامه چارسو و ماهنامه سرمشق. مسعود بهنود بود، روزنامه‌نگار در لندن. در این دوران کرونایی ذهن دانشمندان و سیاستمداران و اقتصاددان را هزاران سوال به خود مشغول کرده، اما شاید تنها یک سوال است که سوال مشترک همه، به خصوص افرادی است که از قرنطینه به تنگ آمدند. بحرانی که این ویروس به راه انداخته کی پایان می‌یابد؟ رفت آمد و سفر و کار کی به حالت عادی برمی‌گردد؟ گزارش سرویس جهانی بی بی سی که ترجمه فارسی آن را می‌بینید و می‌شنوید، تازه‌ترین پاسخ‌ها را طرح می‌کند. ماندن در خانه، شستن مرتب دستها و دنبال کردن اخبار کار هر روزه ما شده. رئیس سازمان بهداشت جهانی میگوید: ما تازه در ابتدای این مبارزه هستیم. هر روز عده بیشتری در جهان به قرنطینه میروند، در حالی که میپرسند این همه‌گیری جهانی کی به پایان میرسد. در قرن 14 میلادی طاعون یا مرگ سیاه در 7 سال 75 تا 200 میلیون نفر قربانی گرفت. آنفلانزای اسپانیایی در مدت 3 سال از 1918 تا 1920 جان 50 میلیون نفر را گرفت و ویروس سارس که در 2003 ظرف 6 ماه مهار شد 774 قربانی داشت. سرعت گسترش بیماری در ایتالیا، آمریکا، اسپانیا و ایران حالا از سرعت شیوع در چین، جایی که همه‌گیری از آن آغاز شد، پیشی گرفته. چه تدابیری برای پایان دادن به همه‌گیری اتخاذ شده؟ کشورهای زیادی به فاصله گذاری اجتماعی رو آوردند. کسب و کارهای غیر ضروری تعطیل شده تا سرعت شیوع مهار شود و سیستم‌های درمانی مهلت کمک به بیماران بیشتری را داشته باشند. دانشمندان سراسر جهان برای یافتن واکسن رقابت می‌کنند. اما حتی اگر واکسن در این سال میلادی به دست بیاید، تا پیش از میانه سال 2021 در دسترس همگان نخواهد بود. خوشبینانه ترین پیشبینی ها می گویند زندگی لااقل در 3 ماه آینده به حالت عادی بر نمی گردد. گسترش سریع ویروس ممکن است کرونا را به بیماری که از بین نمی رود بلکه مدام در شکل های خفیف تر بروز می کند تبدیل کند. این هم گزارشی بود از بخش جهانی از سرویس جهانی بی بی سی. نگاهی بنازیم به چند تا از پیام های شما. من فرصت نکردم همه‌شو نگاه کنم، اما اونهایی که نگاه کردم چند تا از بینش رو انتخاب کردم. اگر فرصتی شد باز هم قبل از پایان برنامه اینا رو میخونم. افشین در فیسبوک نوشته: اصرار نامسئولانه حکومت ایران برای از سرگیری خیلی از مشاغل نشانه بی‌تفاوتی برای جان مردم است و از طرفی با ریا و تزویر در مطبوعات و تلویزیون اظهار ناراحتی میکنند. خنده‌دار اینه که آقای خامنه‌ای که ثروتش به قول افشین قابل شمارش نیست، طبق معمول برای انجام وظایفی که دولت باید انجام بده دست به سمت کمک مردمی دراز کرده. با کمک‌های مردمی همیشگی برای سیل و زلزله دولت خیلی بد عادت شده. شرم کنید، افشین توصیه میکنه، و وظیفه خودتون رو انجام بدید.
اجازه بدید پیام بعدی رو پیدا کنم. علیرضا نوشته متاسفانه در ایران قشر آسیب پذیر و محروم جامعه که بدبختانه روز به روز رو به افزایش هم هستند در این بحران کرونا رها شده و هیچ یاری رسانی جهت حل مشکل آنها وجود ندارد و جمهوری اسلامی چه بسا این بحران کرونا را هدیه الهی جهت انحراف افکار عمومی از سرکوبای اخیر و استبداد فاشیستی خیش می‌داند. این هم نظر علیرضا بود در فیسبوک. در تلگرام حمید نوشته، ببخشید شهرام نوشته، به نظرم رهبری به جای اتهام پراکنی به غرب در خصوص وحشی بودن آن که منفعت آشکاری برای ایران نخواهد داشت، باید در صدد اعتماد سازی و جلب امکانات و تجربیات این کشورها برمی آمد. زهرا نوشته، چرا خامنه ای به جای اینکه دستور بده که از جاهایی که تحت کنترل گرفته و هیچ وقت هم مالیات نمیدن، مثل ستاد اجرایی فرمان، بنیاد مستضعفان و غیره و خرج ملت کنند، میاد میگه مردم به هم کمک کنند. در زمان بیکاری و بیپولی به خاطر کرونا ما ملت پولی نداریم. جناب خامنه ای و تامین نیاز مردم وظیفه حکومت شماست. و حالا هم بریم به سراغ خبرهای ورزشی. خبرهای ورزشی امروز رو پوریا ژافره تهیه کرده. اخبار ورزشی شروع میکنیم با یک شایعه جالب که در مورد تیم ملی فوتبال ایران خبرگزاری ایسنا در واقع گفته که گابریل کالدرون مربی آرژانتینی سابق تیم پرسپولیس در حال مذاکره هست فدراسیون فوتبال برای اینکه گابریل کالدرون رو برگردونن به ایران و نه برای تیم پرسپولیس که با دعوا مرافع و احتمالاً با یک شکایتی از ایران به آرژانتین رفت در اولین روزهای سال 2020 و بعد از ماجرای هواپیما و داستانهایی که در اون موقع پیش اومده بود. در اصل صحبت اینه که کالدرون برگرده به ایران و هدایت تیم ملی رو به عهده بگیره. بحث این هست که این قرارداد اولیه‌ای که با دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات تیم ملی ایران بسته شده تا خرداد ماهه و حالا که بازی‌ها عقب افتادن و به صورت فورس ماجور نیست و احتمالاً تا اون موقع انتخابات فدراسیون هم برگزار خواهد شد، میتونه که تیم ملی شکل و شمایل بهتری پیدا بکنه و خودشو برای این مسابقه های حساسی که پیش رو داره آماده بکنه. اما خب هزاران تیکه این پازل واقعا پیچیده هستن که باید کنار همدیگه قرار بگیرن. اینکه لیگ از چه موقعی شروع میشه، آیا اصلا شروع خواهد شد. باز هم میمونیم روی فوتبال و یک خبر عجیب دیگه هم داریم از اون خبرهای مختص فوتبال ایران که این پرونده جنجالی آقایون کفاشیان و ترابیان که 5 سال از خدمت فوتبالی محروم شده بودند که رفته الان در کمیته استیناف گیر کرده و اتفاقا توی این مدت چندین بارم من دیدم که علی کفاشی هم مصاحبه کرده بود، در صورتی که از نظر قانونی نباید اصلا این اتفاق می افتاد. در صورت اونا میگن که بیگناه هستند. بحث این بوده که یک سری از بازی‌های انتخابی تیم ملی ایران در راه جام جهانی فروخته شده به یک شرکتی، یک مبلغی نزدیک 300,000 دلار وارد یک سری حساب‌ها شده که حالا آقای ترابیان گفته که بیخبر از این ماجرا و ایمیلش هک شده. آقای کفاشیان هم تکذیب میکنن، ولی که خب اول نپذیرفت کمیته اخلاق فدراسیون، 5 سال اونها رو محروم کردن، بعد اعتراض کردن به این رأی به کمیته استیناف رفته. خلاصه بالاخره اوایل اردیبهشت ماه مشخص خواهد شد که قرار هستش که چه اتفاقی بیفته تو این پرونده جنجالی فروخته شدن حق پخشایی که کسی دقیقا نمیدونه پولش به جیب چه کسی رفته. داریم به پایان برنامه میرسیم. یک پیام دیگه براتون از تلگرام میخونم. محمد نوشته، سلام صبح بخیر. ببخشید، درسته که حقوق کارگران کفاف زندگیشون رو نمیده، اما کارفرما هم از پرداخت دستمزد آنها بسیار مشکل داره، یا در پرداخت دستمزد بسیار مشکل داره و متاسفانه مجبورن که کارشون رو تعطیل کنن. کار از اساس خراب است. متشکرم از تمام کسانی که با ما تماس گرفتن. متاسفانه وقت نمیشه که همه پیام های شما رو بخونیم. چشمانداز بامدادی در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه و فرصتی دیگه با همه شما خداحافظی میکنم. شب و روزتان خوش.